سلام به شما آقای محقق. سوال با نشست ویانا آغاز میکنیم. برای چهارمین بار این نشست برگزار شده. دستاورد 3 ساله اخیر این نشست چه بوده و امسال چقدر موازی مخالف طالبان با هم در این نشست نزدیک شدن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام درود بر شما و همه بینندگان و شنوندگان تلویزیون شما. در رابطه با نتایج یعنی چند دوره کنفرانس ویانا باید گفت که امسال وزنی از این کنفرانس کمی متفاوت تر است. عناصر بیشتری از سیاسی افغانستان در از این کنفرانس اجتماع کرده بودند و تقریبا عناصر مهمی که در اینجا حضور دارند شامل بیشتر اعضای مخالفین طالبان هستند و یک تعداد بلندی از مردم افغانستان هستند. بله آقای محقق، اظهارات دیروز شما در نشست ویانا در مورد سراج الدین حقانی که او را یک مرد صلح خواندن واکنش برانگیز شده که حتماً شما هم در رسانه اجتماعی دیدین. برخی به شما اتهام وارد کردند که اکنون شما از ناچاری از شخصی که به دهشت افکنی و کشتار شمار زیادی از غیر نظامیان متهم هست قهرمان سازی میکنین. به نظر شما آقای سراج الدین حقانی یک دهشت افکن هست یا خیر؟ ما توقع نداشته باشند رسانه ها که وقتی ما از کت نام میبیریم با دور در نام بردن چکچند فوش هم بدیم. نه، اونا یک مناصری هستند از انصاری بسیار کلیدی طالبا که در جنگ های گذشته بسیار نقش های مهمی داشته و بسیار کشتار ها زیاد انجام دادن. طالبا یک از جمله چهره های کلیدیشان علی آقای حقانی هستند. اما ما یک مسئله مردم افغانستان را گفتیم که مشهور است که میگه کسی که مرد جنگ است میتونه مرد سال باشه. مشخصا ما یه طور نگفتیم که آقای حقانی مرد سال هست. یعنی به اساس همی که گفته های مردم و ظواهر هم نشان میده که ایشان بیشتر از جناب آقای شیخ هبت الله به مذاکرات روی پشت نشان میدن و گفته شده دیگه. من نگفتم که حتما نمیتونم هست و یک روایت هست که میگه آقای حقانی طرفدار مذاکره هستن. اما اگر اینطور نباشه بعد من کدام جریمه حاضر نیستم بپردازم که اوی رقم نباشه. بله، شما اشاره به مذاکره علاقه آقای سراج الدین حقانی به مذاکره هم کردن. از شرکت کنندگان نشست ویانا در نشست دوحه دعوت نشده و طالبان ادعا میکنند که دعوت شدنشان به نشست دوحه به معنی افزایش اهمیت این حکومت هست. در گزارش هم دیدین که واکنش طالبان به نشست ویانا همی بوده که حالا به گفته طالبان این اعضای این نشست مهرهای سوخته هستند و مردم به اینان اعتبار ندارند. به نظر شما چرا از طرف های مخالف در نشست دوحه دعوت نشدن؟ این بستگی داره به نحوه عمل کرده سازمان ملل متحد که چرا این کار یک جانبه انجام میده و چرا یک گروه تروریستی را که حداقل تا 2-3 سال پیش تمام دنیا و تمام هم سازمان ملل و هم کشورها اعتراف به این داشتن که اونا تروریست هستن. اما امروز در بحث حل قضیه افغانستان یک جانبه اونا را دعوت میکنن و از مردم افغانستان نماینده هایش در اونجا نیستن. اشکال ما در ایسته که این یک عمل یک جانبه هست و یک کنفرانس ناکام است. بله آقای محقق، یکی از اختلافات عمده رهبران سیاسی مخالف طالبان روی رهبری یک جبهه واحد ضد طالبان هست. آیا شما به حیث رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان حاضر هستین که تحت رهبری و امر احمد مسعود با طالبان مبارزه کنه؟ بحث رهبری این فردان فرد نیست. بحث ملت و مردم افغانستان است که در این مبارزه مردم افغانستان در برابر طالبان هستند. اما ای که
چه کسی در اصل رهبر یک جریان است، او یک بحث علایده است. شورای عالی مقاومت ملی بلنجات افغانستان ترکیبشان به گونه هست که 14 جریان احزاب سیاسی و شوراهای بزرگ منطقوی عضو همین شورا هستند و اینا هر کدامشان یک عضو از این شورای بزرگ هستند و کدام تا هنوز در انتخاب کدام رئیسی مشخصی دست ندادن، بلکه همگی اعضای شورا هستند و هیئت رهبری شورا همه حیثیت یکسان دارند که هم ما حزب وحدت و جامعه هزاره عضو شورا هستند و هم جناب احمد مسعود که فرمانده جبهه مقاومت هستند و اونها هم عضو شورا هستند و در این شوراهای دیگر هم هستند، مثل شورای قندهار، شورای مشرقی، جنبش ملی اسلامی افغانستان و حزب اسلامی افغانستان و جمعیت اسلامی. همه اینا رهبرایشان به عنوان عضو هیئت رهبری شورای عالی مقاومت ملی و نجات افغانستان. سپاس فراوان از محترم محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان که در برنامه حضور پیدا کردن. ممنون.